این اثری که سکانس فیلم میگذاره بیش از اثر 100 تا منبر بنده است. شما اصلا تو مشهد منزل نداری درسته؟ یعنی خونه؟ آره. تو دفتر زندگی؟ نه، منزل استیجاری داریم، نه منزل ملکی. ما یملک من یک آپارتمان در تهران. بچه بلافصل خودم 7 تاست. 7 تا باشه. بله، با نواده و نبیر و اینا 27 تا بچه دارم. ماشاءالله. خدا بخشه. هیچ کدوم آقازاده که نیستن. بله. آقازاده که نیستن. خانم زاده هم نیستن. از هر گون دنبال زندگی خودم دنبال کارشون خیلی ما کار ندارم. من بودا کار ندارم. حقوقتون چقدر آقا؟ بنده مستمری بگیر تامین اجتماعی هم. خب. 2,200,000 تومان در ما، اونم اخیراً شده، ولی قبلا کم درزی بوده. همینه فقط حقوقتون؟ بله، حقوق من. حقوق من اینه، بشه حقوق ندارم. اونجای ما مطلب رو در خود بین آمد رو مطرح میکنیم که عنوان نهی از منکر قطعی داشته باشه، یعنی مرحله منکر برسه. این التهاب و تنش رو غالبا اگر جناب عالی رصد کنید از صحبت بنده پیدا نمیشه. این التهاب و تنش از فعالیت و اقدامات کسانی پیدا میشه که یه جمله از بنده رو میگیرن، عقبش رو میزنن، جلوش رو میزنن، به کلی یه جمله خاص رو در میارن و شروع میکنن روی جمله عملیات روانی کردن. مثل همین حجمه هایی که الان شد، وقتی ما حرف زدیم باز اونجا دوباره شروع کردن یه برخورده که اصلا یه آقا با شبکه اجتماعی مخالفه، با ارتباطات اجتماعی مخالفه، این نبودیه. ما خوب الان خودمون سایت داریم و توی بعضی از این ارزم بزرگتون که شبکه های اجتماعی هم عضو هستیم. حضرت آقا یه داستانی هم بود، میگفتن یه چند ماه این بچه های هنر نمیدونم شهرداری نقاشی کشیده بودن، شما یه روز رد میشدین بعد میگفتین اینا چیه و سریع مثلا زحمت 6 ماهه اونا رو یک روزه خراب کردن چون مخالف بودین. اول این قصه گفته که حسن و حسین هر سه دختران مقابلن. گفته بنده نبودن، مرحوم آیت الله توسی بودن. اونم ازم بزن. بله. اونم عرضم بزرگ به خاطر اون نقشه و اینا نبوده، به خاطر که اینا اومدن به دیوار آستان قدس، دیوان ملک آستان قدس نقاشی عرضم بزرگ شاهنامه کردن. مرحوم آیت الله توسی گفته اصلا شما چه عقد داشتید در دیوار آستان قدس؟ یا باید بیان قبلا با جریان فرهنگی آستان قدس هماهنگ کنید، این دیوان ملک آستان قدسه، شما چرا بدون هماهنگی با آستان قدس و جریان فرهنگی آستان قدس آمدید عکس شاهنامه کشیدید؟ و خب اینا هم ملزم شدن که اون عکس رو پاک کنه. من چرا پاک کنه؟ بنده آقا دو خصوصیت دارم، یکی جاق عصبانی نمیشم، یکی این که ارزم دلتنگ، یکی بگاه تو صحبت من مردم بینن خیال من عصبانی شدم، این تون صدای منه. بله بله بیان و... بله تون صداست، تون صدا جورش که خیلی بلنده، تون صدا قویه، بعد نو خیلی من عصبانی نمیشم. تکلیف این شهر با دوشن بشه، این شهر هویتش مال امام رضاست. مردم هر چی بنده بد بگن اول خودم میفهمم، بعد دیگران میفهمن. الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. به جز کنسرت به این گروه خبرم دیگه راه ندن تو مشهد.